همتنان عزیز و بینندگان تلویزیون سیمای باختر، من فعلا به یکی از مشهورترین شرکت های توریستی که ایران هستم که قبلا نامش بوده کاروان صحرا. من 25 یا 27 سال قبل از این نمایشگاه، ببخشید، از این غرفه فیلم برداری کردم و حالا اسم این تغییر کرده. من میخوایم از مسئول یکی از این بخش ها که فعلا هستن بپرسم که در این چند سال گذشته آیا سیاحان بیشتری به ایران میان و از کدام شهرها دیدن میکنن و معمولا در چه سن سالی هستن؟ بفرمایید. سلام، ما شرکت توریستی هستیم که در زمینه تورهای فرهنگی فعالیت عمده‌ای داریم. جزو اولین شرکت‌ها و اپراتورهایی هستیم که در ایران مشغول به کار بودیم و در واقع اکثر تورهایی که با رشته‌های خاص رو ما در واقع داریم، مثل تورهای فرهنگی، تورهای طبیعت‌گردی که تورهای طبیعت‌گردی شامل کوهنوردی، صحرانوردی، تراکینگ های سبک، برنامه های حرفه‌ای، همه اینها رو شامل میشه. در چند سال گذشته وضعیت توریست خیلی خوب بوده، روز به روز بهتر میشه، ولی خب اکثر کسایی که وارد ایران میشن قبلا سناشون زیاد بوده، افراد بازنشسته بوده که وارد ایران میشدن به جهت اینکه شهرهای در واقع شیراز، اصفهان، تهران اینها رو ببینن و کالچرال تور داشته باشن. ولی چند سالی هستش که جوان ها هم به ایران میان به علت اینکه ایران جاذبه طبیعت گردی زیادی داره، کوههای مختلفی داره، صحرا داره، برنامه های ترکینگ، دوچرخه سواری، به این خاطر جوان ها هم جذب دارن میشن و به ایران میان. خوب بوده، ولی در کل همیشه مسائل سیاسی باعث میشه که این در واقع تعداد توریست ها کم یا زیاد بشه، ولی در کل مثبت بوده، ما راضی هستیم. ببخشید، آیا طوری که شما در چندین نمایشگاه شرکت شما اینجا حضور دارن، آیا تعداد سیاحان علاقمندیشان به ایران بیشتر شده؟ معمولا بیشتر صحرا و دریا رو دوست دارن یا آثار تاریخی مثل شیراز، کاشان و یا یزد؟ آثار تاریخی رو معمولا خیلی بیشتر دوست دارن، مخصوصا اصفهان و شیراز براشون خیلی هایلایت هست، ولی ما سعی میکنیم که در کنار این برنامه طبیعت گردی هم حتما بگنجونیم. برای کسی که سنش بیشتر هستش در درجه اول آثار تاریخی مهم هست، ولی برای جوان ها و کسی که سن کمتری دارن در واقع تورهای ادونچر براشون مهمتر هستش تا طبیعت گردی. ما میتونیم به دو بخش معمولا این رو تقسیم کنیم. آیا شما زمینه هواپیما را از آلمان، هتلشان و یک از فرودگاه با هتل انتقال بدن، این همه برنامه رو شما برای توریست انجام میدین؟ بله؟ بله بله، ما خدمات ویزای ایران از فرودگاه، در واقع به محض اینکه وارد فرودگاه یک از فرودگاه های ایران میشن، در واقع خودمون میگیم ایرپورت تو ایرپورت، از لحظه که وارد ایران میشن کلیه خدماتش رو انجام میدیم تا لحظه که بخوان ایران رو ترک کنن، مثل ترانسفر، بوکینگ هتل، گاید، درایور و تمام چیزهایی که نیازشون باشه. یه برنامه‌های متنوعی هم در کنارش داریم، مثلا یک روز تور آشپزی ایرانی رو تجربه می‌کنن و چیزهای مختلف که دیگه به صورت آپشنال بسته به علاقه مسافر براشون فراهم می‌کنیم. خب خیلی ممنون. اگر لطف کنین اسم شرکتتون یک مرتبه دیگه واضح‌تر بگین. بله، شرکت سیروس صحرا، مدیر عامل آقای سیروس اعتمادی. خیلی ممنون از شما، موفق باشین.